به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. با آموزش اصول حسابداری 3 در خدمت شما هستم. فصل دوم آموزش ما به جریان‌های مالی و نقدینگی در شرکت می‌پردازه. ما توی این فصل هدفمون این هست که شما رو با وجوه نقد آشنا بکنیم. بشناسید وجوه نقد چیا هستن و صورت جریان وجوه نقد هم چیا هستن. جریاناتی هم وجوه نقد دارن، جریانات ورودی و خروجی که به اونها هم پرداخته میشه و طبقه بندی که صورت جریان‌های نقدی خواهند داشت رو با همدیگه یاد خواهیم گرفت و تهیه صورت جریان نقدی بخش پایانی فصل ما هستش که ما به اون میپردازیم. در مقدمه مطالبی که لازم عرض بکنم این هستش که وجه نقد، هممون میدونیم، یکی از منابع میشه گفت مهم و حیاتی هر واحد انتفاعیه، چون مصرف استراحاً منوط به وجه نقد هست، منوط به نقدینگی هست و اغلب شرکت های انتفاعی توی مبادلات اقتصادیشون معمولاً از وجه نقد استفاده میکنن. میخوان یه چیزی رو بخرن، وجه نقد میدن و در قبال وجه نقد محصولات خودشون رو عرضه میکنن. اکثر اندازه‌گیری‌هایی هم که ما داریم در حسابداری مبتنی بر جریان گذشته، حال و آینده هستش که اونها همشون روی وجه نقد یا میشه گفت حول محور وجه نقد دارن فعالیت میکنن. درآمدها عموماً بر حسب خالص وجه نقدیه که ما دریافت میکنیم و از محل فروش کالا یا ارائه خدمات به دست ما میاد و اونها رو اندازه‌گیری میکنیم و هزینه‌ها رو هم نسبت به وجه نقد ما اندازه‌گیری میکنیم و پرداخت میکنیم. همونجور که عرض کردم، در مقابل خرید کالا وجه نقد رو پرداخت میکنیم و جریان‌های ورود وجه نقد به مجموعه خودمون رو که وابسته به فروش محصولات توسط مجموعه هستن، ما در برابر جریان‌های خروج وجه نقدمون که وابسته به خرید محصولات ما هستن بررسی میکنیم و این رویدادها رو میشه گفت اساسی ترین رویدادهای جریان وجه نقد توی شرکت ما هستش که ما برنامه ریزی هامون رو حول این محور پیاده سازی میکنیم که ما چه میزان ورود وجه نقد داریم و چه میزان خروج وجه نقد داریم. معمولاً استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها هم به این مورد خیلی توجه میکنن و برای اینکه درباره چشمانداز آتی مجموعه ما قضاوت بکنن، عموماً میتونن جریانات خروجی و ورودی وجه نقد مجموعه ما رو بررسی بکنن و تأثیرات رویدادهای مختلف رو، این رویدادها مثلا ورود وجه نقد، خروج وجه نقد، خرید کالاست که ما وجه نقدمون خارج میشه، فروش کالاست که وجه نقدمون وارد مجموعمون میشه، این رویدادها رو اصطلاحاً میتونن مورد توجه قرار بدن و ورود و خروج وجه نقد رو عاملی برای تصمیم گیری خودشون درباره شروع یا ادامه همکاری با مجموعه ما در نظر بگیره. ما توی حسابداری معمولاً بخش اعظمی از اندازه‌گیری هامون مربوط به ترازنامه هستش. ترازنامه تا حدودی مبین قدرت مالی و نقدینگی واحدهای تجاریه. پس ترازنامه میتونه قدرت مالی و نقدینگی واحد تجاری ما رو به ما نشون بده. اما در قالب یه صورت مالی ایستا فقط میتونه تصویر لحظه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام رو به ما بده و نمیتونه یک اصطلاحاً روند مداوم رو درباره دارایی‌ها و بدهی‌ها در اختیار مصرف کنندگان اطلاعات قرار بده. در مقابل صورت حساب سود و زیان فقط به ارائه منابع داده شده و یا گرفته شده می‌پردازه. ما منابعی رو می‌گیریم در مقابل فروش کالا و منابعی رو می‌دیم در مقابل خرید کالا یا هزینه هایی که داره و در چرخه تولیدمون ما هزینه هامون برای عملیات های مختلف، اهم از درآمد هستش که از فروش به دست میاد، هزینه هامون برای تولید کالا، بهای تمام شده، زیان های عملیاتی، زیان های غیر عملیاتی و غیر عادی هستش که تمامی اینها در قالب صورت حساب سود و زیان جمع آوری میشه. اما هیچ کدوم از دوتا صورت حساب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان نمیتونن به تمامی سوالات مصرف کنندگان اطلاعات جواب بده. من اول مصرف کننده اطلاعات رو بهتون توضیح بدم و بعد مثال بزنم برای سوالات که ببینیم چه سوالاتی رو نمیتونن این دوتا جواب بدن. ببینید دوستان، مصرف کنندگان اطلاعات کسانی هستن که اطلاعاتی رو از ما میخوان تا تصمیم گیری بکنن که در شرکت ما سرمایه گذاری بکنن، به شرکت ما منبع مالی بدهی بدن، به ما وام بدن یا هر چیزی رو اصطلاحاً در فرایند همکاری با ما به ما ارائه بدن. پس ما زمانی که می‌خوایم از بانکی وام بگیریم، از یک شرکتی تقاضا می‌کنیم که به ما نقدینگی بده، به ما پول قرض بده،
یا افرادی رو راغب میکنیم که سهام مجموعه ما رو بخرن، ما معمولا اطلاعاتی رو در اختیار اونها میگذاریم و این اطلاعات رو در اختیار عملا چه کسانی گذاشتیم؟ مصرف کنندگان اطلاعات، کسایی که با توجه به اون اطلاعات میخوان تصمیم گیری بکنن که با مجموعه ما اصطلاحا داد و ستد داشته باشن، تراکنش داشته باشن یا نه. حالا سوالات مختلفی که وجود داره مثلا اینه: وجه نقد دوره مالی از کجا تامین شده؟ چه کسی این وجه نقد رو برای ما تامین کرده؟ ما توی ترازنامه یا صورت حساب سود و زیان معمولا به این سوالات پاسخ داده نمیشه. مشخص نیست که این وجه نقدی که در مجموعه ما وجود داره از کجا تامین شده، یا مثلا کجا مصرف شدن. طی دوره مالی ما یه مقدار وجه نقدی رو مصرف کردیم، کجا مصرف شده؟ تغییراتی که توی وجه نقد وجود داشته چیا بودن؟ چجوری یه واحد اقتصادی با وجود شناسایی سود قابل توجه توانایی پرداخت سود نقدی سهام خودش رو نداره؟ با اینکه شناسایی کرده سود قابل توجهی رو دریافت کرده، ولی الان نمیتونه سود سهام رو به صورت نقدی پرداخت کنه. و آره، یه سوال دیگه، مثلا یه شرکتی رفته یه جای سرمایه گذاری کرده در حالی که خود همون شرکت متحمل زیان‌های خیلی بالایی شده، با اینکه رفته یه جای دیگه سرمایه گذاری کرده ولی توی شرکت خودش زیان دیده. پس به این موارد اصطلاحاً ترازنامه و صورت حساب سود و زیان هیچ وقت جواب نمیده. این سوالات و ده ها سوال دیگه وجود داره در حوزه مسائل پولی و مالی که همه و همه درباره گردش وجوه نقد در واحدهای انتفاعی هستش و اصطلاحاً ترازنامه و صورت حساب سود و زیان نمیتونه که به کل اینها جواب بده. تلاش شرکت‌های انتفاعی برای پاسخ دادن به این سوالا باعث میشه که مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری خودشون رو ملزم بکنن گزارش‌های مالی تهیه بکنن که بتونه خلأ اطلاعاتی مورد نیاز ما رو پر بکنه، و این فعالیت منجر میشه به تهیه صورت جریان وجوه نقد. پس عموماً مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری برای اینکه بتونن به سوالاتی که من ذکر کردم و ترازنامه و صورت سود و زیان نمیتونست جواب بده جواب بدن، میان و صورت جریان وجوه نقد رو اصطلاحاً پایه‌ریزی میکنه. در حقیقت صورت جریان وجوه نقد تصویری شفاف از حساب وجوه نقده که حالا وجوه نقدمون مثلا میتونه موجودی نقدمون باشه، سپرده‌های دیداری توی بانکمون باشه، و مثلا ما توی مؤسسات مالی مختلفی سرمایه گذاری کردیم. حالا این سرمایه گذاری هم ریالی میتونه باشه، هم ارزی میتونه باشه، یا مثلا میتونه سپرده گذاری‌های کوتاه مدت بدون سررسید باشه یا با سررسید باشه، در اختیار کاربران صورت‌های مالی قرار میده که این اطلاعات به تنهایی در هیچ کدوم از صورت‌های مالی دیگه مثل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان به وجود نمیاد. بر اساس حساب وجوه نقد میتونیم انتظار داشته باشیم که صورت جریان وجوه نقد بتونه مانده ابتدای دوره مالی ما رو، مانده انتهای دوره مالی و دریافت‌ها و پرداخت‌های طی دوره مالی رو به ما نشون بده. با استفاده از صورت جریان وجوه نقد عملاً حساب وجوه نقد زیر ذره‌بین قرار می‌گیره و نتایج اون در قالب طبقات مختلف پرداخت‌ها، دریافت‌ها، ماندگیری‌های ابتدا و انتهای دوره به اطلاع مصرف کنندگان این اطلاعات می‌رسه. شکل و محتوای صورت جریان وجوه نقد چیه؟ برای درک چگونگی تهیه وجوه نقد مجموعمون، ما باید محتوای صورت جریان وجوه نقد رو بشناسیم. زمانی که شناختیم محتوای صورت جریان وجوه نقد رو، میتونیم انتظار داشته باشیم که صورت جریان وجوه نقد جریان ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی و جریان‌های خروج وجه نقد از اون واحد انتفاعی رو در یک دوره مالی میتونه نشون بده، به نحوی که علت تغییر در مانده موجودی نقد در ابتدای دوره به مانده موجودی نقد در پایان دوره مشخص باشه. ما در ابتدای دوره موجودی نقدی داشتیم، علت تغییر ابتدای دوره نسبت به پایان دوره رو به ما بده که به چه دلایلی وجه نقد تغییر پیدا کرد و دلایلش رو مشخص میکنه. به این دلیل وجه نقد وارد شد، به این دلیل وارد شد، چند بار وارد شده، چند بار خارج شده، به دلایل مختلف که دلایلش رو میتونه برای ما مشخص بکنه. یعنی باید از طریق تهیه صورت جریان وجوه نقد
ما در اصطلاحا فرایند صورت‌های مالیمون بتونیم که به ترازنامه پایان سال مالیمون برسیم. به طور کلی اگه بخوایم جریان‌های ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی و جریان‌های خروج وجه نقد از یک واحد انتفاعی رو بررسی بکنیم، میتونیم دو تا مورد رو اینجا مطرح بکنیم. ما چه زمانی میتونیم بگیم که وجه نقد وارد مجموعه ما شده؟ زمانی میتونیم بگیم وارد مجموعه ما شده که دارایی ما کاهش پیدا بکنه. پس زمانی وجه نقد وارد مجموعه ما میشه که ما بخشی از دارایی های خودمون رو بفروشیم. حالا این دارایی های ما میتونه کالامون باشه، میتونه سایر دارایی های ما باشه که اگر اونها رو بفروشیم وجه نقد وارد مجموعه ما میشه. پس اگر دارایی هامون رو بفروشیم داراییمون کاهش پیدا میکنه و وجه نقد افزایش پیدا میکنه. از طرفی ما اگر از یکی قرض بگیریم، یعنی بدهی هامون افزایش پیدا بکنه، وجه نقدمون بیشتر میشه، ورود وجه نقد خواهیم داشت. و یا حقوق صاحبان سهام طی یک دوره مالی افزایش پیدا بکنه، افزایش در بدهی ها و یا حقوق صاحبان سهام که به اونها تحویل ندادیم، وجه نقدمون در یک واحد انتفاعی افزایش پیدا میکنه و میتونیم بگیم که جریان وجه نقد به یک واحد انتفاعی وارد شده. و جریان‌های عمده ورود و خروج وجه نقد رو میتونیم به صورت جدول در کنار همدیگه داشته باشیم. به این شکل که جریان‌های ورود وجه نقد چیا بودن؟ گفتیم فروش دارایی‌هامون، کالا و ارائه خدمات، سرمایه گذاری هایی که انجام دادیم، مثلا ملکی خریدیم، مثلا زمینی خریدیم، مثلا اوراق قرضه ای داشتیم، سهامی رو خریداری کرده بودیم از یه شرکت دیگه، هر گونه سرمایه گذاری که داشتیم ما الان اونها رو فروختیم و این فروش باعث شده که جریان وجه نقد وارد مجموعه ما بشه. ما از طرفی اموالمون رو، ماشینالاتمون رو و تجهیزاتمون رو فروختیم، باعث شده که از محل فروش اینها ما وجه نقد رو دریافت بکنیم و وارد مجموعه ما بشه. و دریافت وام داشتیم، همونطور که عرض کردم خدمتتون، از یکی قرض گرفتیم، دریافت وام داریم، این وام وارد مجموعه ما شده، جریان وجه نقد رو وارد مجموعه ما کرده. افزایش نقدی سرمایه‌مون، ما خودمون سرمایه‌مون رو افزایش دادیم به صورت نقدی، خودمون از جیب خودمون سرمایه گذاری کردیم در مجموعه‌مون، افزایش نقدی سرمایه شده، یا سرمایه گذار جذب کردیم و افزایش نقدی سرمایه منجر شده. اگر ما سهامی رو در جایی خریداری کردیم، الان سود اون رو به ما پرداخت کردن، این سود پرداختی توسط سایر شرکت ها میتونه جریان ورود وجه نقد رو برای مجموعه ما در پی داشته باشه که سود سهام دریافت میشه و درآمد بهره از هر جایی که مثلا ما درآمد بهره داشته باشیم از هر سرمایه گذاری که داریم و سایر درآمد هامون میتونه وجه نقد رو وارد مجموعه ما بکنه. حالا در مقابلش جریان خروج وجه نقد چیه؟ ما کجا میگیم که وجه نقد از مجموعه ما خارج شده؟ دقیقاً برعکس موارد میتونه اصطلاحاً مبین خروج وجه نقد باشه. ما اینجا فروش کالا داریم، اینجا خرید موجودی کالا رو داریم، موادی خریدیم، هزینه هایی رو پرداخت کردیم، وجه نقد از مجموعه ما خارج شده. سرمایه گذاری هایی رو خریدیم، از کسی مثلا سهامی خریدیم، در یه جایی مثلا ملکی خریدیم، زمینی خریدیم، هر چیزی که میتونه سرمایه گذاری محسوب بشه میتونه جریان خروج وجه نقد رو در شرکت ما به وجود بیاره. اموالی رو خریدیم، ماشینالاتی رو خریدیم، تجهیزاتی رو خریدیم. زمانی که یه چیزی رو میخریم وجه نقد بهش میدیم و جریان خروج وجه نقد رو برای ما رقم میزنه. وامی رو پرداخت کردیم، خارج شده وجه نقد از مجموعه ما. سهام خزانه خارج کردیم، وجه نقد رو از مجموعه ما. توزیع سود نقدی سهام و هزینه بهره، ما برای سهامدارانمون سود نقدی توزیع کردیم یا هزینه بهره‌ای داشتیم که اون رو پرداخت کردیم، میتونه جریان‌های خروج وجه نقد مجموعه ما رو در پی داشته باشه. مالیات رو اگر پرداختیم، مالیات میتونه موجب خروج وجه نقد از مجموعه ما بشه.
طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد. همونطوری که من توضیح دادم توی اسلاید قبلی، اطلاعات مربوط به جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد خیلی گسترده هستش و تنوع خیلی بالایی داره. این اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان اطلاعات میتونه مفید باشه که سرفصل‌های مناسب صورت جریان نقدی طبقه بندی بشه و خلاصه بشه و در تهیه صورت جریان وجوه نقد هم مثل سایر صورت‌های مالی ویژگی هایی رو برای طبقه بندی و اصطلاحاً تمایز گذاری بین موارد ما معرفی میکنیم و بر اساس اون ویژگی ها میتونیم که یک طبقه بندی ایدئالی رو داشته باشیم برای اینکه مصرف کنندگان اطلاعاتمون بدون سردرگمی مستقیما برن سراغ اطلاعاتی که به دردشون میخوره. ما 5 تا زیر مجموعه یا 5 تا بخش رو میتونیم برای طبقه بندی صورت جریان وجه نقد در نظر داشته باشیم. بخش اولمون بخش فعالیت‌های عملیاتیه و فعالیت‌هایی که میتونه برای عرضه کالا یا فروش کالا و ارائه خدمات باشه و در حالت کلی میتونیم بگیم که یه فعالیت عملیاتی هستش. بخش دوم بخش بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی هستش. ما در تأمین‌های مالیمون و سرمایه‌گذاری هامون معمولاً اصطلاحا جریان وجه نقدمون وارد و خارج میشه از مجموعه ما. بخش مالیات بر درآمد رو داریم که بر درآمد ما مالیات اصطلاحا تخصیص داده میشه و وجه نقد از مجموعه ما خارج میشه. بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف مثلا ملک، مثلا زمین، مثلا اوراق قرضه، مثلا سهام سایر شرکت‌ها و غیره میتونه بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما رو رقم بزنه. و بخش فعالیت‌های تأمین مالیمون که ما برای تأمین مالیمون از اون استفاده می‌کنیم، مثلا جذب سرمایه‌گذار می‌کنیم یا اصطلاحاً اخذ وام می‌کنیم و سایر موارد میتونه بخش فعالیت‌های تأمین مالی ما رو اصطلاحاً مشخص بکنه. با توجه به طبقه بندی صورت جریان وجوه نقدی که توضیح داده شد، ما میتونیم برای تک به تک اونها جزئیات و زیرمجموعه های هر کدوم رو توضیح بدیم. یعنی اینکه برای فعالیت های عملیاتی جریان ورودی و خروجی وجه نقد رو توضیح بدیم. خود فعالیت های عملیاتی همون جور که توضیح دادم خدمتتون، اولین بخش صورت جریان وجوه نقد رو تشکیل میده. فعالیت‌های عملیاتی رو میتونیم عرضه کالا یا تولید کالا برای فروش و ارائه خدمات توضیح بدیم و یه جریان مکرر و با اهمیتی از درآمد نقدی رو برای ما داره و اغلب واحدهای انتفاعی با توجه به منابع وصولی از مشتریان و سایر درآمدهایی که از بابت فروش محصولاتشون به دست میارن میتونن که فعالیت‌های عملیاتی خودشون رو مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد خودشون توضیح بدن. و جریان خروج وجه نقد در فعالیت‌های عملیاتیمون هم وجوه پرداختی به فروشندگان مواد و کالا هستش. پس با این تفاصیل و توضیحات میتونیم بگیم که جریان ورودی فعالیت‌های عملیاتی وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا یا انجام خدمات هستش، وجوه نقد دریافتی بابت سایر درآمدها، حق الزحمه و اجاره، و خروج جریان وجه نقد در فعالیت‌های عملیاتی اون به این شکلی که ما به فروشندگان کالا و خدمات در فعالیت‌های عملیاتی وجه نقدی رو پرداخت بکنیم یا بابت هزینه‌های عملیاتیمون وجه نقدی رو پرداخت بکنیم و جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی با همدیگه جمع یا اصطلاحاً از همدیگه کسر میشن. فعالیت‌های ورود با همدیگه جمع میشن، فعالیت‌های خروج با همدیگه کسر میشن و از همدیگه تفریق میشن تا یک عددی رو به عنوان جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به ما بدن. بخش دوم بخش بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی هست که بخش ورود و بخش خروج رو برای خودش داره. وجوه نقد دریافتی بابت بهره، کارمزد و سود مشارکت به میزان مشخص، وجوه نقد دریافتی بابت سود سهام به صورت مشخص و وجوه نقد دریافتی بابت سود سپرده گذاری به صورت مشخص. ببینید دقیقا مثل صفحه قبل، توی فعالیت‌های عملیاتی هر ورود و خروج وجه نقدی که مربوط به فعالیت‌های عملیاتی بود توضیح داده میشه و اینجا ورود و خروج جریان نقدی رو توضیح میدیم که مربوط به سرمایه گذاری هاست. ما بهره رو در زمان سرمایه گذاری دریافت یا پرداخت میکنیم
کارمزد همینطور سود مشارکت، وجوه نقد دریافتی بابت سود سهام، ما سهام رو برای سرمایه گذاری خریداری میکنیم یا میفروشیم، وجوه نقد دریافتی بابت سود سپرده گذاری. و در فرایند خروج ما برعکس اینها رو داریم، وجوه نقد پرداختی بابت بهره، کارمزد و سود مشارکت، وجوه پرداختی بابت سود سهام، و در پایان با توجه به موارد اصطلاحاً تفریق حاصل جمع بخش ورود و بخش خروج جریان نقد بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، ما جریان خالص ورود و خروج بچه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی رو داریم که میتونیم محاسبه بکنیم. بخش سوم بخش مالیات بر درآمد هستش. بخش مالیات بر درآمد در حالت خروج وجوه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد هستش، و در حالت ورود که خب ما در فرایند مالیاتمون حالت ورود استراحت وجه نقد رو به مجموعه خودمون نداریم و عموما مالیات رو فقط پرداخت میکنیم. بخش بعدیمون بخش فعالیت‌های سرمایه گذاری هستش. در فعالیت‌های سرمایه گذاری ورود وجه نقد از بابت وجوه نقد دریافتی بابت فروش انواع سرمایه گذاری هاست که گفتم سرمایه گذاری ها میتونه سهام باشه، اوراق قرضه باشه، مشارکت باشه، زمین باشه، ملک باشه، یا هر چیزی که ما برای سرمایه گذاری استراحاً اون رو خریداری کردیم. وجوه نقد دریافتی بابت فروش دارایی های بلند مدت مثل زمین و مسکن، وجوه نقد دریافتی بابت اصل سپرده های سرمایه گذاری بانکیه، وجوه نقد دریافتی بابت اقساط وام های اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری که دارن به ما بر میگردونن استراحاً باز پرداخت وام ها رو به ما نشون میده در فرایند ورود، و در فرایند خروج برعکس اونها رو دقیقاً وجوه نقد پرداختی بابت تحصیل انواع سرمایه گذاری ها، ما اونجا سرمایه گذاری ها رو فروختیم و پول دریافت کردیم و چه نقد دریافت کردیم، اینجا میخوایم سرمایه گذاری ها رو بخریم و چه نقد پرداخت میکنیم، و داخل پارانتز هر عددی رو داخل پارانتز دیدیم در حسابداری یعنی اون عدد باید کسر بشه، یعنی چه نقدمون کم میشه. اینجا وجوه نقد پرداختی بابت خرید یا تحصیل دارایی های بلند مدت هستش، وجوه نقد پرداختی بابت سپرده سرمایه گذاری های بانکی، وجوه نقد پرداختی بابت اعطای وام، اعتبار و تسهیلات به اشخاص مستقل از واحدهای تجاری، و در پایان میتونیم با توجه به جمع ورودی ها در فعالیت های سرمایه گذاری و جمع خروجی ها در فعالیت های سرمایه گذاری از تفریق همدیگه جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری رو محاسبه بکنیم. و بخش پایانیمون مربوط هست به فعالیت‌های تأمین مالی که در فرایند ورود میتونه وجه نقد دریافتی بابت فروش سهام باشه، ما سهاممون رو فروختیم برای تأمین مالی، برای مجموعهمون تأمین مالی نیاز داریم، سهام مجموعه رو میفروشیم، وجه نقد وارد میشه به مجموعه ما. وجوه نقدی دریافتی بابت صدور و فروش انواع اوراق قرضه یا مشارکت، ما اوراق قرضه یا مشارکت رو صادر می‌کنیم و می‌فروشیم برای تأمین مالیمون. بابت تسهیلات مالی از بانک‌ها وجوه نقدی رو دریافت می‌کنیم و تأمین مالی می‌کنیم مجموعمون رو، و بابت فروش سهام خزانه تأمین مالی می‌کنیم مجموعمون رو. در خروج معمولاً وجوه نقدی رو پرداخت می‌کنیم بابت تحصیل سهام خزانه، وجوه نقدی رو پرداخت می‌کنیم بابت تسویه اصل بدهی ناشی از صدور اوراق قرضه یا مشارکت، اصل بدهی که ناشی از صدور اوراق قرضه یا مشارکت به مجموعه ما تحمیل شده، بابت اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها ما وجوه نقدی رو پرداخت می‌کنیم، وجوه نقدی رو بابت کاهش سرمایه پرداخت می‌کنیم که مثلا مجموعه ما سرمایه‌اش رو می‌خواد کاهش بده، جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی میتونه با همدیگه جمع و تفریق بشن و به ما جریان خالص رو بده، و در حالت کلی میتونیم خالص افزایش یا کاهش در مانده وجه نقد رو محاسبه بکنیم با توجه به 5 تا موردی که داشتیم و 5 تا طبقه بندی که داشتیم، و مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی و مانده وجه نقد در پایان سال مالی رو مشخص بکنیم. بعد از این که ما انواع بخش ها رو برای خودمون مشخص کردیم، جریان خالص ورود و خروج بخش های مختلف، طبقه بندی های مختلف در مانده وجه نقدمون رو مشخص کردیم و مانده ابتدای دوره و انتهای دوره خودمون رو مشخص کردیم، میتونیم انواع فعالیت ها رو
برای خودمون ترسیم بکنیم. فعالیت‌های مختلفی وجود دارن که میتونن به ما نشون بدن که ما صورت‌های مالیمون با استناد چه قوانینی اصطلاحاً میتونه افزایش وجه نقد یا کاهش وجه نقد رو داشته باشه. و زمانی که ما میخوایم افزایش وجه نقدی رو داشته باشیم، روی چه فرمولی، روی چه قوانینی تکیه میکنیم و افزایش وجه نقد خودمون رو انجام میدیم. با توجه به توضیحاتی که توی این جداول داده شد، ما میتونیم بگیم که زمانی که وجه نقد دریافتی از مشتریان داریم، وجه نقد دریافتی از مشتریانمون به این شکلی که فروشمون اگر بخواد اصطلاحا وجه نقد دریافتی از مشتریان رو داشته باشه، باید فروشمون در پیش دریافت ها افزایش بده و در حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری افزایش داده بشه تا اصطلاحا وجه نقد دریافتی از مشتریانمون تحقق پیدا بکنه. در طرف مقابل ما فروشمون به اضافه کاهش در حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری رو داشته باشه و کاهش در پیش دریافت‌ها رو به همراه داشته باشه تا بتونه که اصطلاحاً وجوه نقد دریافتی از مشتریان رو تحقق ببخشه. سایر درآمدها هم به همین شکله. ما زمانی که وجوه نقد دریافتی بابت سایر درآمدها رو داریم، سایر درآمدهامون میتونه در سایر درآمدهای دریافتنی که افزایش داره کسر بشه و با افزایش در پیش دریافت ها جمع بشه تا بتونیم بگیم که سایر درآمدهامون افزایش پیدا میکنه، یا سایر درآمدهامون با کاهش در سایر درآمدهای دریافتنی جمع بشه و با کاهش در پیش دریافت ها تفریق بشه تا بگیم که سایر درآمدهامون تحقق پیدا کرده. در مورد وجوه نقد پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات هم همینجوره. ما زمانی که وجوه نقد پرداختی رو داریم به فروشندگان کالا و خدمات، خریدمون با افزایش در حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کسر میشه و با افزایش در پیش پرداخت‌ها افزایش پیدا میکنه و خریدمون وجه نقد رو خارج میکنه. و در مقابل کاهش در حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری جمع میشه و کاهش در پیش پرداخت‌ها ازش کسر میشه تا وجوه نقد پرداختی به فروشندگانمون تحقق پیدا بکنه. هزینه های عملیاتیمون به این شکله که ما توی هزینه های عملیاتیمون که میخوایم وجوه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتیمون رو بررسی بکنیم، هزینه های عملیاتیمون باید با افزایش در بدهی هزینه های عملیاتیمون تفریق بشه و با افزایش در پیش پرداخت ها جمع بشه. در مقابل برای کاهش در بدهی هزینه های عملیاتی ما علامت مثبت رو داریم که باید جمع بشه و با کاهش در پیش پرداخت ها تفریق بشه تا هزینه های عملیاتیمون شکل بگیره. درباره درآمد بهره، ما در وجوه نقد دریافتی بابت درآمد بهره رو داشتیم. پس درآمد بهره با افزایش در بهره دریافتی که منفی بشه و با جمع کاهش در بهره دریافتنی درآمد بهرمون تحقق پیدا میکنه. و وجوه نقد دریافتی بابت سود سهام و یا سود سپرده گذاری میتونه از درآمد حاصل از سرمایه گذاری منهای افزایش سود سهام یا سود سپرده دریافتنی به اضافه کاهش سود سهام یا سود سپرده دریافتنی تحقق پیدا بکنه. به همین شکل ما میتونیم وجوه نقد پرداختنی بهرمون رو هم توضیح بدیم. ما زمانی که میخوایم وجه نقد پرداختنی بابت هزینه بهره وامهای دریافتنیمون رو بحث بکنیم، میتونیم بگیم که هزینه بهرمون با افزایش در بهره پرداختنی تفریق میشه به اضافه افزایش در پیش پرداخت بهره میشه و در مقابل با کاهش در بهره پرداختنی جمع میشه و با کاهش در پیش پرداخت بهرمون تفریق میشه. سود سهام اعلام شده برای تحقق میتونه با افزایش در سود سهام پرداختنیمون تفریق بشه و با کاهش در سود سهام پرداختنیمون جمع بشه تا وجه نقد پرداختی بابت سود سهام ما رو به ما بده. هزینه مالیاتمون برای اینکه ما وجه نقد پرداختی بابت مالیاتمون رو محاسبه بکنیم به این شکلی که با افزایش در مالیات پرداختنی یا ذخیره مالیاتمون تفریق میشه و با کاهش در مالیات پرداختنی یا ذخیره مالیاتمون جمع میشه. سایر درآمدهامون میتونه با افزایش در سایر درآمدهای دریافتنی به اضافه افزایش در پیش دریافت‌ها و کاهش در سایر درآمدهای دریافتنی به اضافه کاهش در پیش دریافت‌ها تحقق پیدا بکنه.
با توجه به مواردی که توضیح داده شد، من یه مثالی رو با هم دیگه حل میکنیم تا ببینیم که ما توی عالم مثال و با توجه به اعدادی که داریم چجوری میتونیم محاسبات خودمون رو برای جریان وجوه نقد خودمون داشته باشیم. فروش شرکت امید مبلغ 400 هزار ریال هستش. حساب‌های دریافتی تجاری در اول و آخر دوره مالی به مبالغ 100 هزار و 160 هزار ریال بوده و نیز حساب پیش دریافت فروش در اول و آخر دوره به ترتیب مبالغ 280 هزار و 230 هزار ریال می باشه. مطلوب است محاسبه وجوه نقد دریافت شده از مشتریانمون. همونطور که ما توی فرمول‌های صفحات قبل توضیح دادیم، از طریق روابطمون میتونیم بگیم که افزایش در حساب‌های دریافتنی تجاریمون به چه میزان بوده. ما یه 160 هزار ریال داشتیم که در حساب‌های دریافتنی تجاریمون در اول و آخر دوره مالیمون بوده، در انتهای دوره مالیمون 160 هزار ریال داشتیم و در ابتدای دوره مالیمون 100 هزار ریال داشتیم. پس چه میزان افزایش در حساب‌های دریافتنی تجاری داریم؟ به میزان 60 هزار ریال. ما در ابتدای سال 100 هزار ریال طلب داشتیم، در انتهای سال مالیمون یا دوره مالیمون 160 هزار ریال. پس ما 60 هزار ریال اصطلاحاً طلب داریم. در کاهش حساب پیش دریافت هم دقیقا همینطوره. ما پیش دریافت های فروشمون در اول و آخر دورمون به چه میزانه؟ 280 هزار ریال در ابتدای دوره و 230 هزار ریال در پایان دوره. یعنی ما 50 هزار ریال کاهش در حساب پیش دریافت فروش داریم. حالا ما فروش شرکت امید رو اگر محاسبه بکنیم با 400 هزار ریال، 400 هزار ریالمون منهای افزایش در حساب‌های دریافتنی تجاری و منهای کاهش در حساب پیش دریافت‌های فروشمون که میشه وجوه دریافتی از مشتریانمون 290 هزار ریال. حالا اگه بخوایم به زبان ساده‌تر این مثال رو توضیح بدیم، ما به راحتی میتونیم بگیم که فروش شرکت امید چه میزان بوده؟ 400 هزار ریال. شرکت امید 400 هزار ریال فروش داشته. باید 400 هزار ریال پول میگرفت. درسته؟ فروش شرکت امید 400 هزار ریاله. باید 400 هزار ریال پول میگرفت. ولی از ابتدا و انتهای دوره مشخصه که یه میزانی از طلب شرکت امید افزایش پیدا کرده. یعنی ما میتونیم پیش بینی بکنیم که بخشی از این 400 هزار ریال به صورت نسیه داده شده، چون در ابتدای دوره مالی ما 100 هزار طلب داشتیم، الان 160 هزار ریال طلب داریم. پس تفریق این دوتا میتونیم مشخص بکنیم که ما 60 هزار ریال طلبمون افزایش پیدا کرده. پس وقتی طلبمون افزایش پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی از 400 هزار ریال 60 هزار ریال رو به ما ندادن، در حالت طلب مونده، در حالت حساب‌های پرداختنی برای ما یا حساب‌های دریافتنی مجموعه ما مونده. از طرفی در ابتدای دوره یه میزان پیش دریافت داشتیم، درسته؟ 280 هزار ریال پیش دریافت داشتیم. الان پیش دریافتمون 230 هزار ریاله. یعنی پیش دریافت ما کم شده. چه زمانی پیش دریافت ها کم میشن؟ مشتریان پیش پیش آوردن پول رو به ما دادن، گفتن این 280 هزار ریال خدمت شما، تا زمانی که کالای ما رو تحویل دادید ما باهاتون حساب بکنیم پول رو. درسته؟ الان این پیش دریافت کم شده. پیش دریافت زمانی کم میشه که از حالت پیش دریافت خارج بشه و به درآمد تبدیل بشه. چون در اول دوره ما این پیش دریافت رو داشتیم، یعنی دوره مالی قبل این پول رو به ما دادن. حالا از این پولی که نزد ما داشتن، اصطلاحاً این سرمایه گذاری رو نزد ما داشتن، از اون 50 هزار ریالش رو برداشتن، کم شده و تبدیل شده به درآمد ما. پس گفتن مثلا من این مقدار از شما خرید میکنم، مثلا گفتن ما 400 هزار ریال از شما خرید میکنیم، از این 400 هزار ریال 60 هزار ریالش رو بعدم براتون پرداخت میکنیم، 50 هزار ریالم که پیش دریافت داده بودیم به شما، مشتریان میگن ما پیش پرداخت داده بودیم، ما از بابت شرکت نگاه کنیم پیش دریافته، از دید مشتریان نگاه کنیم پیش پرداخته، میگم ما پیش پرداخت داده بودیم 280 هزار ریال خدمت شما، از اون 50 هزار تا رو بردارید برای خریدی که الان انجام میدیم. پس ما 400 هزار ریال خرید کرده بودیم، از 400 هزار ریال 50 هزار ریالش رو که قبلا داده بودیم به عنوان پیش پرداخت، 60 هزار ریالش هم که به صورت نسیه بعدم میدیم بهتون، الان این 290 هزار ریال خدمت شما و این کالای ما رو لطفاً
تحویل بدید. به همین سادگی فروش شرکت امید میتونه وجوه نقد دریافت شده از مشتریان رو به ما توضیح بده. روش دومی هم وجود داره. روش دوممون این هستش که ما میگیم دقیقاً فروشمون چه میزان هست، از فروشمون چه میزان پیش دریافت فروش داریم، چه میزان حساب‌های دریافتنی داریم و میایم ثبت حسابداری رو انجام میدیم و موازنه رو برقرار میکنیم. یعنی ما میایم فروشمون رو بستانکار میکنیم، فروش انجام دادیم 400 هزار ریال بستانکار، از محل پیش دریافت های فروشمون 50 هزار ریال بدهکار شدیم، حساب های دریافتنیمون 60 هزار ریال بدهکار شده و مشخصه که وجه نقدمون شده 290 هزار ریال. مثال دوممون چی میگه؟ میگه با توجه به اطلاعات مثال قبل فرض کنید که حساب‌های دریافتنی و پیش دریافت فروش در پایان دوره 90 هزار ریال و 300 هزار ریال باشه. مجدداً به مثال پاسخ بدید. حساب‌های دریافتنیمون 90 هزار ریاله. ما گفتیم حساب‌های دریافتنیمون در پایان دوره توی مثال قبلیمون 160 هزار ریال بود. الان حساب‌های دریافتنیمون 10 هزار ریال کاهش پیدا کرده. از طرفی پیش پرداخت هامون هم افزایش پیدا کرده، چون پیش پرداخت هامون 230 هزار ریال بود الان شده 300 هزار ریال. دوباره ما با تفاوتاش رو محاسبه بکنیم میبینیم که 20 هزار ریال دوباره به ما پول دادن، 20 هزار ریال دوباره به ما پول دادن، درسته؟ ما پیش دریافت رو 280 هزار داشتیم الان شده 300 هزار، یعنی 20 هزار دوباره به ما پیش پرداخت دادن مشتریان، ما 20 هزار ریال پول گرفتیم. جمع 10 هزار ریال کاهش در حساب‌های دریافتنی تجاری داریم. 10 هزار ریال یعنی از بدهی هامون کم شده، یعنی پولشو آوردن دادن. ما در ابتدای سال 100 هزار ریال طلب داشتیم، الان چقدر طلب داریم؟ 90 هزار ریال طلب داریم، یعنی 10 هزار ریالشو آوردن به ما دادن. 10 هزار ریال از طلبشون رو به ما دادن، 20 هزار ریال هم پیش پرداخت به ما دادن، 400 هزار ریال هم که خودمون فروش داشتیم و چه نقد دریافتی از مشتریانمون میشه 430 هزار ریال که از طریق رابطه به دست میاد. مثال بعدیمون میگه که بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت امید 20 میلیون ریال، موجودی کالای ابتدا و آخر دوره به ترتیب 2 میلیون و 3 میلیون ریال، حساب‌های پرداختنی تجاری در ابتدا و انتهای دوره به ترتیب مبالغ 2 میلیون و 500 و 2 میلیون و 300 هزار ریال و حساب پیش پرداخت خرید کالا در ابتدا و انتهای دوره، حالا اینجا پیش پرداخت شده یعنی ما پرداخت کردیم، به ترتیب مبالغ 6 میلیون و 8 میلیون ریاله. وجوه پرداخت شده به فروشندگان کالا چند ریال هستش؟ ما موجودی کالای ابتدا و انتهای دورمون به ترتیب 2 میلیون و 3 میلیون هستش، یعنی موجودی کالای ابتدای دورمون افزایش 1 میلیونی رو داشته. پس موجودی انتها منهای ابتدا یه افزایش در موجودی کالای انتهای دوره 1 میلیون ریالی رو داشتیم. از طرفی خریدی که انجام دادیم چه میزان بود؟ بهای تمام شدهش 20 میلیون بود که در شرکت امید اتفاق افتاده و جمعاً میشه خرید کالامون در طی دوره 21 میلیون که 1 میلیونش در موجودی کالای پایان دوره هست و 20 میلیون برای خرید طی دوره هستش. کاهش در حساب‌های پرداختنی تجاریمون به میزان 200 هزار ریاله، چون ما حساب‌های پرداختنیمون در ابتدای سال 2 میلیون و 500 هزار ریال بود و در پایان سال 2 میلیون و 300 هزار، یعنی بدهی هامون کم شده. چه زمانی بدهی های ما کم میشه؟ از 2500 رسیده به 2 میلیون و 300، زمانی که ما بخشیش رو بپردازیم. پس ما بخشی هم از بابت بدهی هامون پرداختیم به میزان 200 هزار ریال. از طرفی پیش پرداخت های خرید کالامون به ترتیب در ابتدای دوره 6 میلیون و در انتهای دوره 8 میلیون بود. پس ما 2 میلیون دیگه هم برای پیش پرداخت کردیم. 21 میلیون برای کالاهامون، 200 هزار ریال برای کاهش در حساب های پرداختنی تجاریمون و 2 میلیون برای افزایش در پیش پرداخت خریدمون که جمعا میشه 23 میلیون و 200 هزار ریال و چه نقد پرداخت شده به فروشندگان رو داریم. حالا دقیقا روش دوم از طریق ثبت‌های فرضیمون به این شکله که وجه نقدمون رو داریم 23 میلیون و 200 هزار ریال، پیش پرداخت خریدمون 2 میلیون، حساب‌های پرداختنیمون 200 هزار و خرید کالامون 21 میلیون ریال.
مثال بعدیمون به این شکل که با توجه به اطلاعات مثال قبل، با این تفاوت که حساب‌های پرداختنی و پیش پرداخت‌های خرید کالا در پایان دوره به ترتیب مبالغ 2,800,000 ریال و 5 میلیون ریال باشه، مجدداً به مثال پاسخ بدیم. الان حساب پرداختنی تجاریمون در پایان دوره مالیمون 2,800,000 ریاله. در ابتدای دورمون 2,500,000 ریال بود که 300,000 ریال افزایش در حساب‌های پرداختنی تجاری رو داریم. یعنی بخشیش رو به صورت نسیه خریداری کردیم. حالا میشه گفت بدهی هامون افزایش پیدا کرده و ما در پایان دوره 5 میلیون ریال پیش پرداخت داریم، در حالی که در ابتدای دوره 6 میلیون داشتیم. یعنی از پیش پرداخت هامون 1 میلیون ریالش رو خرج کردیم. پس ما 21 میلیون ریال خریدی که کردیم از بابت حساب‌های پرداختنیمون 300,000 ریال کاهش پیدا کرده و از بابت استفاده از پیش پرداخت‌هامون ما 1 میلیون رو استفاده کردیم از پیش پرداخت‌هامون و جمعاً 19,700,000 ریال رو خرج کردیم. حالا خرید کالامون 21 میلیون ریال میشه بدهکار، پیش پرداخت خرید کالامون 1 میلیون ریال بستانکار، حساب‌های پرداختنی تجاری 300,000 ریال بستانکار و وجه نقد 19,700,000 ریال بستانکار میشه. هزینه های عملیاتی شرکت امید مبلغ 50 میلیون ریاله که شامل 2 میلیون ریال هزینه استهلاک، حساب بدهی مرتبط با هزینه های عملیاتی در ابتدا و پایان دوره به ترتیب مبالغ 2,800,000 ریال و 3,400,000 ریال و پیش پرداخت مرتبط با هزینه های عملیاتی در ابتدا و پایان دوره به مبلغ 4,000,000 ریال و 3,500,000 ریال می باشد. مطلوب است محاسبه وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتیمون. ما بابت هزینه های عملیاتیمون چه میزان و چه نقد رو پرداخت کردیم؟ ما چقدر هزینه عملیاتی داریم؟ 50 میلیون ریال. 2 میلیون ریال هزینه استهلاکه و این هزینه استهلاک نقدن که پرداخت نمیشه. پس میشه 48 میلیون ریال هزینه های عملیاتی نقدیمون. از طرفی ما برای حساب بدهی مرتبط با هزینه‌های عملیاتیمون ابتدای دوره و انتهای دوره داریم و با این تفاوت که انتهای دوره بدهی مرتبط با هزینه‌های عملیاتیمون افزایش پیدا کرده، یعنی بخش کمتری از بدهی هامون رو دادیم، بخشش به صورت بدهی مونده، یعنی 600,000 ریال افزایش در بدهی هزینه‌های عملیاتی داریم. از طرفی پیش پرداختامون در ابتدای دوره 4 میلیون ریال بود و در انتهای دوره 3,500,000 ریاله. یعنی ما 500,000 ریال از پیش پرداخت هامون رو استفاده کردیم. پس ما 500,000 ریال از اینجا استفاده کردیم و 600,000 ریال هم از هزینه های عملیاتی استفاده کردیم که باید جمعاً از 48 میلیون ریال کم بشه و 48 میلیون ریال منهای 600,000 ریال منهای 500,000 ریال میشه 46,900,000 ریال وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتیمون. توی روش دوممون برای ثبتش هم به این شکل داریم که هزینه های عملیاتیمون 50 میلیون ریال بدهکار، استهلاک انباشته 2 میلیون ریال بستانکار، بدهی هزینه های عملیاتیمون 600,000 ریال بستانکار، پیش پرداخت هزینه های عملیاتی 500,000 ریال بستانکار و وجه نقدمون 46,900,000 ریال بستانکار هستش. و یه مثال جامعی که میتونیم اینجا حل بکنیم این هستش که ترازنامه مقایسه‌ای و صورت حساب سود و زیان شرکت سهامی آذربایجان رو ما اینجا آوردیم. فروش شرکت سهامی آذربایجان 1,203,100 هستش. بهای تمام شده کالای فروش رفته 772,800 ریال. سود ناویژه 430,300. هزینه های عملیاتیمون 275,750. سود ویژه عملیاتیمون میمونه 154,550. سایر درآمدها را هم به این شکل داریم که سود فروش زمین داریم 18,750. سود فروش سرمایه گذاری داریم 9,350. درآمد بهره داریم 2,000. هزینه بهره داریم 30,000. جمع سایر درآمدها و هزینه هامون که با همدیگه جمع و تفریق میشن میشه 100 که با سود ویژه عملیاتیمون که به میزان 154,550 بود جمع میشه و میشه عدد سود ویژه قبل از کسر مالیات که میشه 154,650. هزینه مالیات به میزان 43,250 کسر میشه و سود ویژه پس از کسر مالیات به میزان 111,400 رو به ما میده.
ترازنامه مقایسه‌ای شرکتمون به این شکله که در سال فرضی اول و سال فرضی دوم دارایی‌هامون به این شکله که وجه نقد 58200 و 49870، حساب‌های دریافتی تجاریمون خالصشون 117800 و 137180، موجودی‌هامون 190150 و 211500، پیش پرداخت هزینه داریم 6120 و 5160، سرمایه گذاری ها رو داریم 93500 و 34250. برای زمین ما 75000 ریال داریم و 87500 برای سال دوم. ساختمان 225000 و 412500. استهلاک انباشته ساختمان کسر شده 81220 و 91260. تجهیزاتمون 437500 و 493700. استهلاک انباشته تجهیزاتمون هم 149750 و 179700 رو به ما نشون میده. جمع داراییمون میشه 972300 و 1160700 برای سال اول و دوم. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام چیا هستن؟ ما حساب‌های پرداختنی تجاری داریم به عنوان بدهی که 63000 سال اول، 70340 سال دوم هستش. مالیات بر درآمد پرداختنی 9750 سال اول و 6250 سال دوم هستش. سود سهام پرداختنی 12500 و 15660. اسناد پرداختنی یا بابت وام بلند مدت سال اول چیزی نداشتیم. سال دوم 175000 شده. اوراق قرضه پرداختنی 250000 و 100000 برای سال دوم. سهام عادی 375000 و 450000. صرف سهام عادی مون 41250 و 47250 داریم. سود انباشته 220800 و 296200 رو داریم و جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهاممون میشه 972300 برای سال اول، 1160700 برای سال دوم که دقیقاً باید با بخش جمع دارایی هامون برابر باشه چون ترازنامه رو داریم بحث میکنیم. اطلاعات اضافی که داده شده از هزینه های عملیاتی 39990 ریال مربوط به هزینه استهلاک. در طی سال شرکت اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها یعنی سرمایه گذاری به مبلغ 34500 ریال نقدی کرده است. در طی سال بخشی از سرمایه گذاری شرکت نقدن فروخته شده که قیمت تمام شده اون 93750 ریال بود. زمینی به ارزش 62500 ریال نقدن خریداری شده. همچنین شرکت در طی سال اقدام به خرید نقدی تجهیزات و ساختمان هم کرده. بخشی از اوراق قرضه با پرداخت وجه نقد بازخرید گردید. تعدادی سهام عادی به مبلغی بالاتر از ارزش اسمی نقد منتشر شد. سود سهام به مبلغ 36000 ریال اعلام شد. 175000 ریال اسناد پرداختنی صادر بابت دریافت وام از بانک ها بوده. زمینی به قیمت تمام شده 50000 ریال به مبلغ 68750 ریال فروخته شد. مطلوب است تهیه صورت جریان وجوه نقد شرکت آذربایجان به تاریخ پایان سال 1385. ما میایم صورت جریان وجوه نقد رو به صورت فعالیت‌های عملیاتی و بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختنی بابت تأمین مالی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های تأمین مالی و مالیات بر درآمد محاسبه که اینجا وارد می‌کنیم و همون‌ها رو ثبت می‌کنیم. وجوه نقد دریافتی از مشتریانمون بابت فروش با توجه به روی سوالمون شده 1,183,720. و چه نقدی که پرداخت کردیم به فروشندگان کالا 786810. داخل پارانتز نوشتیم چون وجه نقد خارج شده و این وجه نقد دریافت شده. وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتیمون 234800. جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتیمون شده 162110 به صورت عدد مثبت، یعنی وارد مجموعه ما شده. بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالیمون. ما وجه نقد دریافتی بابت درآمد بهره داشتیم به میزان 2000 ریال
و چه نقد پرداختی بابت هزینه بهره داریم. 30,000 ریال پرداختی داریم، داخل پارانتز باید خارج بشه، و چه نقد پرداختی بابت سود سهام داریم. 32,840 که خارج شده. جریان خالص خروج وچه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالیمون 60,840 هست که به صورت خارج شده از مجموعه هستش. مالیات بر درآمد رو ما پرداخت کردیم 46,750 که به صورت خارج شده از مجموعه ما هستش. برای فعالیت های سرمایه گذاریمون وچه نقد دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریمون 103,100 و چه نقد دریافتی بابت فروش زمین 68,750 و چه نقد پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری 34,500 داخل پارانتز و چه نقد پرداختی بابت خرید زمین 62,500 و چه نقد پرداختی بابت خرید ساختمان 187,500 و چه نقد پرداختی بابت خرید تجهیزات 56,200. جریان خالص خروج و چه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 168,850 بوده. برای فعالیت‌های تأمین مالی ما وجوه نقد دریافتی بابت فروش سهام داشتیم 81,000 ریال، وجوه نقد دریافتی بابت تسهیلات مالی دریافتنی داشتیم 175,000 ریال، در عوض وجه نقد پرداختی بابت بازخرید یا تسویه اوراق قرضه داشتیم که به صورت نقد بود 150,000 ریال. خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی میشه 106,000 ریال. خالص کاهش در مانده وجه نقدمون میشه 8,330 که با توجه به جمع و تفریق کل خالص فعالیت‌های مختلفه. ما توی فعالیت‌های عملیاتیمون 162,110 رو مثبت داشتیم. ما برای بازده سرمایه گذاری و سود پرداختنیمون 32,060,840 رو داشتیم جریان خالص. مالیات بر درآمد پرداختنیمون جریان خالصش 46,750 بود. فعالیت‌های سرمایه گذاریمون جریان خالصش 168,850 بود و فعالیت‌های تأمین مالیمون جریان خالصش 106,000 بود که با هم دیگه اعداد داخل پارانتز کسر میشن، اعداد بدون پارانتز با هم دیگه جمع میشن و عدد 8,330 رو به ما میده که خالص کاهش در مانده وچه نقدمونه، یعنی ما بیش از وچه نقدمون مصرف کردیم، کاهش داریم در وچه نقدمون. و مانده وچه نقدمون در ابتدای سال مالیمون 58,200 بود که در انتهای سال مالیمون یا مانده وچه نقد در پایان سال مالیمون میشه 49,870 چون 8,330 رو از ابتدای سال مالیمون کسر میکنیم. وچه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش 1,203,100 منهای 19,380 میشه که میشه 1,183,720. 19,380 از ما با تفاوت حساب‌های دریافتنی تجاریمون به دست میاد در سال‌های اول و دوم که میشه 19,380 کسر میشه 1,183,720 وچه نقد دریافتی از مشتریانمون بابت فروش محصولاتمون. خرید کالا طی دور ما دو بار خرید کالا انجام دادیم که با هم جمع میشن و 794,150 رو به ما میدن. موجودی کالای آخر دورمون نسبت به سالهای متفاوت از همدیگه کسر میشه و 21,350 افزایش پیدا کرده برای ابتدا و انتهای دوره. وچه نقد پرداختی به فروشندگان هم 794,150 منهای 7,340 که 7,340 از رابطه پایین به دست میاد محاسبه میشه و 786,810 رو وچه نقد پرداختی به فروشندگان به ما میده. افزایش در حسابهای پرداختنیمون به میزان 7,340 استش، یعنی ما بخشی از این وجه رو به صورت حساب‌های پرداختنی قراره که بهشون بپردازیم. هزینه‌های عملیاتی نقدیمون به صورت 275,750 منهای 39,990 که روی سوال به ما داد و 235,760 رو به ما میده که ما هزینه‌های عملیاتی نقدیمون به این عدد تبدیل میشه. ما 39,990 رو مربوط به هزینه استهلاک بود که کسر کردیم ازش. وجوه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتیمون منهای 960 میشه و 960 رو کاهش در پیش پرداخت هزینه داریم، یعنی از پیش پرداخت هامون استفاده شده و عددی برابر با 234,800 رو به ما میده.
ما از 36,000 وجه نقد پرداختی بابت سود سهام 3,160 رو برای افزایش در سود سهام کسر می‌کنیم و میشه 32,840 که 32,840 رو پرداخت کردیم بابت سود سهام و از 43,250 پرداخت نقدی بابت مالیاتمون 3,500 رو اضافه می‌کنیم بهش چون در کاهش مالیات پرداختنیمون دخیل بوده، ما مالیات پرداختنیمون کاهش پیدا نکرده و افزایش پیدا کرده، لذا وجه نقد پرداختی بابت مالیاتمون 46,750 هستش. و با توجه به تفاصیل و توضیحاتی که داده شد برای خالص‌های مختلف، ما 5 تا مورد داریم که برای خالص جریان وجه نقدشون داشتن که با همدیگه جمع و تفریق میشن و 8330 رو برای خالص اصطلاحا کاهش در مانده وجه نقد به ما میدن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، مواردی که داخل پارانتز بودن تفریق میشن و مواردی که بدون پارانتز هستن با همدیگه جمع میشن و خالص کاهش در مانده وجه نقد رو به ما میدن. مطلب پایانی این فصلمون، همونطور که در ابتدای فصل هم گفتم خدمتتون، روش‌های تهیه صورت جریان وجوه نقد. برای گزارشگری و افشای صورت جریان وجوه نقد از 2 روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنیم که من یه توضیح رو بدم. تفاوت اساسی 2 روشی که اینجا می‌خوام توضیح بدم صرفاً در ارائه اصطلاحاً بخش فعالیت‌های عملیاتیه، یعنی سایر بخش‌های صورت جریان وجوه نقد در هر 2 روش یکسانه و فقط بخش‌های عملیاتیمون بین این 2 روش با همدیگه فرق دارن. ما توی روش مستقیم هر یک از جریان‌های نقدی ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی رو به طور جداگانه گزارش می‌کنیم و تقابل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی در نهایت خالص جریان ورود یا خروج وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی رو تعیین می‌کنه. در واقع استفاده از این روش به نوعی می‌تونیم بگیم که تبدیل صورت سود و زیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی هستش، چون توی فعالیت‌های عملیاتیمون جریان ورود و خروج به صورت مشخص تعیین میشه. ما توی مثال شرکت آذربایجان هم همین روش رو پیش گرفتیم و به همین روش پیش رفتیم. ولی توی روش غیر مستقیم دلایل تفاوت بین سود عملیاتی دوره و خالص جریان وجوه نقد حاصل از عملیات توضیح داده میشه، یعنی ما میتونیم متوجه بشیم که چه دلیلی داشته که سود عملیاتی دورمون با خالص جریان وجه نقدمون تفاوت داره و دلیل این تفاوت چیا بوده. توی این روش ما سعی میکنیم که اثرات نقدی درآمدها و هزینه هایی که در صورت سود و زیان انعکاس پیدا کردن محاسبه بشن و سود عملیاتی که بر مبنای تعهدی به دست اومده به مبنای نقدی بیان بشه. برای رسیدن به این هدف لازمه که اقلامی که سود عملیاتی دوره رو کم میکنن اما تأثیری بر وجه نقد ندارن به سود اضافه بشن و بالعکس اقلامی که باعث افزایش سود عملیاتی میشن ولی در وجه نقد بی تأثیرن از سود عملیاتی کسر بشن، که ما توی این آموزشمون اصولا با توجه به سرفصل‌های آموزشی از روش غیر مستقیم استفاده نمی کنیم. بنابراین روش مستقیممون به راحتی میاد جریان ورود و خروجی رو با همدیگه محاسبه میکنه و خالص جریان ورودی و خروجی رو به ما میده. خب دوستان، در اینجا آموزش ما در این فصل به اتمام میرسه. امیدوارم که از این آموزش کمال استفاده رو برده باشید. روزتون خوش.